کی داره بهت زنگ میزنه؟ کی باید باشه؟ جناب سرهنگ ابراهیم دیگه. جناب سرهنگ، گوشی نامزدم خاموشه. میخواستم بدونم اونجاست. آخه میخوام یه چیزی بهش بگم. تمام. بگو میشنوم ابراهیم چی شده؟ چرا جواب تلفنای منو نمیدی کجال؟ نگرانت شده. به خاطر اینه که الان تو عملیاتم. منم میخواستم در مورد عملیات یه چیزی بگم. میخواستم بگم مواظب خودت باش عزیزم. بهتره به خاطر این حرفا بی سیما اشغال نکنی ابراهیم. حق با کجاله، الان تو عملیاتی. دیگه حرف نمیزنم جناب سرهنگ، معذرت میخوام، دیگه مزاحمتون نمیشم، بعدن باهاش حرف میزنم. باشه، مفهوم شد. تمام. خفه میشم جناب سرهنگ. تمام. امیدوارم زیاد عصبانیش نکرده باشم. راستش به نظر من یکم زیاد روی کردی. اما به همه واحده، به همه واحده، دارم میبینمشون. دریافت شد جناب سرهنگ. مفهوم شد. کسی اینجا نیست؟ بفرمایین. خسته نباشین. ممنون آقا. ببینم شما این زن و بچه ای که تو این عکس این اواخر اینجاها ندیدین؟ چیزی؟ شما اتاق خالی داری؟ پول ندارم، ولی میتونم اینو بدم. اینو قبول نمی کنم خانم، بدون پول نمیشه. اگه کسی سراغ اصله و کوزه یو گرفت، چیزی ندیدی و نشنیدی، فهمیدی؟ چرا؟ نکنه اونا فرار کردن؟ به اونش کاری نداشته باش. دفعه پیش راش ندادی اینجا، یادته؟ تو کوچه ولشون کردی. این بار باید جبران کنی. باشه داداش، هرچی تو بگی. خیلی ممنون. نه، من ندیدمشون آقا. مطمئنی؟ مطمئنم. چند وقت پیش چند تا توریست اومده بودن، فکر کردم اونا، ولی نه، نمیشناسمشون. ممنونم. آخه چرا گوشیت خاموشه داداش جون؟ لطفاً بعداً تماس بگیری. الو؟ ها خانم برجو، راستش من داداش فکرتو کار داشتم. رفته جنس بخره، اگه کاری داری بگو من بهش میگم دیگه. وقتی اومد به هم بگو زنگ بزنه. نمیدونم چرا گوشیش خاموشه. باشه داداش جمیل. برجو این مال کدوم میزه؟ یکی تنهایی نشسته اونجا، مال اونه. میشه یه لیمونات واسم بیاری؟ البته. آبجی، حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟ خوبه، فکر کنم فشارم افتاده. اینو بده مشتری، من برم دست صورتمو بشورم.
آروم باش، باید عادت کنی. جات اینجا امنی، نمیتونه تو رو پیدا کنه. نه نمیتونه. خاله میتونم بیام تو؟ بازی کردم دستام گلی شده. بیا دستاتو بشوریم عزیزم. بیا. تموم شد. اینم از این. خیلی خوب، زود باش بریم. چیزی میخوری؟ گشنت نیستی یوسف؟ میخوام برم بیرون بازی کنم. آبجی برجو یکم پیش بهم کیک داد، اونو خوردم. ببین شکمم بزرگ شده. من قربون شکم بزرگت بشم. برین شیطونا تنهایی؟ ولی تنهایی که نمیشه. کار من تمام شده آب جسله، خیلی حوصله‌ام سر رفته. من میتونم با بچه ها برم. خیلی خوب، پس میتونین برین. پیشبندم و در بیارم میام. ولی ببینین نباید زیاد بدوین. باشه باشه باشه. فروشنده ها اومدن جناب سرهنگ. فروشنده ها اومدن. مفهوم شد. من بلای جونتون. چیزی گفتی جناب سرهنگ؟ از آشنایت خوشبختم بلای جونم. الان واسه درد سر بزرگی میشم. منتظر دستوریم جناب سرهنگ. همه آماده باشن، به زودی میریم تو. گوکان؟ بله داداش. چی کار کردی؟ سفارش ها رو تحویل دادی یا نه؟
نه، مگه قرار بود سفارش ببریم؟ نمیدونستم. چی داری میگی؟ من که به بورجو گفته بودم، اون میدونست. بگذاریم، به اصل خبر بده. با اون میریم سفارش ها رو تحویل میدیم، زود باش بچوب. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. قایم چین اومدم، زود باشین. قایم چین کوزه، کجا قایم شدی؟ زود باش خودتو به هم نشون بده. بچه ها اینجا. آبجی بورجو کجاست؟ رفت واسمون بستنی بخره. بچه ها زیاد ندوین، عرق میکنین و مریض میشین. باشه باشه خاله جون، زود برگردید خون. باشه باشه، مراقب خودت که هستی دخترم. آره بابا جون، مفاظمم، حواسم هست. آفرین به تو. خب دیگه بیا بریم. چقدر دیگه باید صبر کنیم جناب سرهنگ؟ تا وقتی که معاملشون تموم بشه. حالا بچه ها عملیات شروع شد، مراقب خودتون باشین.
خوش اومدین. آقا فکر کنم عروسک میخواین، اینا دست سازن، کارگرامون اینا رو میبافن. میخوام یکم خوراکی بخرم. اگه میخواین بوریک بدم، همین الان از فردرش آوردم، گرمه. باشه، برو بیار. باشه، الان میارم. میدونی شیرینی های اینجا رو هم کارگرامون درست میکنن. پیشنهاد میکنم امتحانش کنید. خیلی خوشمزه است. بقیهش مال خودت. روزتون بخیر. مطمئن نیستم اما فکر نمیکنم اینجا باشن. به نظر منم اونجا نیستن. همین الان بهم خبر رسید که تو یه محله یه خانوم یه پسر بچه شبیه سحر و یوسف دیده شدن. سری لوکیشن بفرست. خوشت اومد عزیزی دلم؟ عالی شده خاله، تو هم خوشت اومدم اوجود. خیلی خوشمزه است آتیش پاره. به نظرم این خوشمزه ترین شیرینی لیموییه که تو حالا خوردم. آره همینطوره، اگه این شیرینی را اون سر دنیا بخورم میفهمم که خالت درستش کرده. با علامت من شروع میکنیم. با علامت من عملیاتو شروع میکنیم. پرداختو انجام میدم. متوجه شدن اینجا این حالا؟ جناب سرهنگ، اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ نکنه دشمنای این بانده؟ همینطور به نظر میرسه، ولی نمیذارم نقشمونو خراب کنم. لعنتی ها دارن فرار میکنن. اسلحه تو بنداز.
گفتم بندازش. تکون نخور پلیس. گفتی پلیس؟ لعنت بهش. این همه برنامه ریختم همش به خاطر تو به گند کشیده شد، فرار کردن. خوشحالم. دارم میگم من کوسه رو کشتم، من خواهر تو. نه ساکت شو، ساکت شو، تو نمیدونی داری چی میگی. بهت گفتم ساکت شو، ساکت شو، ساکت ساکت شو، دارم دیوونه میشم. نمیشنوی دارم چی میگم؟ انکار کردن دیگه فایده ای نداره. دارم بهت میگم قاتل خواهرت منم. بسه، بسه، خفه شو. اصلا میفهمی داری چی میگی؟ چطور جرات میکنی این حرفو رو بزنی؟ یا ما تو حق نداری این کارا رو با من بکنی. شنیدی چی گفتم؟ حرف تو باور نمی کنم، باور نمی کنم. نمیتونم بمونم و این مزخرفاتو گوش بدم. نه نمیتونم. باید با این حقیقت کنار بیای. فکر کردی با باور نکردن حرفم حقیقت عوض میشه؟ قاتلی که دنبالشی منم، اون حیوانی که دنبالشی منم. خفه شو، بس دیگه، خفه شو. دیگه نمیخوام دروغ بگم، پنهون کاری بسته. هر دمون باید با این حقیقت روبرو بشی. ازت مخفیش کردم، خیلی سخت بود اما این کارو کردم. اون کبودی که تو کالبالچی کافی دیدی، اون کبودی هم کار من بود، با انگشتای خودم، با دستای خودم. بلم کن، دارم بهت میگم بلم کن. تو باعث شدی یوسف بیمادر بشه، تو آبجی منو کشتی، آبجی منو. فکر کردی چون تو میخوای همه چی یادمون میره مجبوری با یه قاتل زندگی کنیم؟ هر کاری دوست داری بکن، اگه دوست داری میتونی بقیه عمرتو با گریه سپری کنی و زندگی رو واسه خودت سخت کنی. تو همینجا میمونی و هر کاری که من بهت میگم و انجام میدی. اونی که روبروته منم، من یا من کرمانی.
شناختی یا نه؟ نمیتونی از دست من فرار کنی؟ من همیشه باعث شدم تو عذاب بکشی.
فردا به خاطر کیک پزی باهات تماس میگیرم. بابت همه چی ازت ممنونم. خواهش میکنم. چه حرفی. واقعا ممنونه. اینم بگیر. میخوای فردا واسات کرابیه بیارم؟ عالی. با هم میپزیم. چیز دیگه یه هم لازم. نه خیلی ممنون. باشه. مراقب خودت باشی. باشه. باشه. خدافظ. 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 خب دیگه بریم. لباس افتادن زمین. خاله جون یادم بینداز فردا گیریه لباس بخرم. باشه. میشه بیشتر بخریم تا باشون قطار درست کنم؟ باشه میخریم. یا بریم تو. بله چنگیز. نگرانتون شدم. حالتون خوبه؟ از سهر خانم آقا کوچیک خبری نشد؟ پیداشون کردم. خیلی خوشحال شدم. تونستین راضیشون کنین؟ برمیگردین خونه؟ خیلی خوشحال به نظر میرسن. بدون من نخواستم نظم زندگیشون رو به هم بریزم. مطمئنین ترجیح میدن بدون شما خوشحال و خوشبخت باشن. شاید این فقط از روی اجبار باشه. نمیدونم. باید ببینمش. برای اینکه خیالم راحت بشه، باید باهاش روبرو بشم و اونو ببینم. هنوزم جمله‌ای که تو نامه نوشته بودی و باور داری؟ هنوزم میخوای بگی بذار هر بلای سرمون میاد بیاد؟ نکنه. با اینکه میدونم خیلی از من متنفری، آیا بخشی از قلبت هنوزم منو به یاد داره؟
علی‌رغم بلایی که سرمون اومده هنوزم میخوای کنارم بمونی؟ تا اینا ندونم باهات روبرو نمیشم. باشه، هر چقدر که تو بخوای. استفاده میکنن، حتما یه ناشناس اینو کشیده. بیا ببین دیره مونده شد.